سلام بر شما و بینندگان و شنوندگان شما. در برنامه قبلی من قصد توهینی به جناب تیمسار آریانپور نداشتم، فقط الفاظی که ایشون در مورد زن ایرانی به کار بردن منو ناراحت کرد و اون چیزایم رو که میدونستم در اون مورد گفتم. هیچ به عنوان هر زن ایرانی این حق رو داشتم که اون لغات رو از ایشون نشنوم، الفاظی چون خانم بازی یا دختر بازی که واقعا برای من سخت این لغات رو تکرار کنم. به هر حال میخواستم از اینجا شروع کنم که 10-15 سال قبل از انقلاب چه اتفاقای افتاد که دولت مردان ما کارشون رو نمی کردن و نمی تونیم همه چیز رو شاه رو مقصر بدونیم. من یه شخص خیلی عادی بودم و در موقعیت هایی قرار گرفتم که وظیفه خودم می دونم در این سن و سال بگم. در برنامه قبلی خدمتتون گفتم که مرگ تختی نقطه عطفی در تاریخ ایران شد. بارها از خودمون سوال نمی کنیم در جامعه مردانه ما چرا تختی جهان پهلوان نامیده شد؟ این چه معنی داره؟ آیا در خارج از کشور در آمریکا شما به یه نفر اینجا بگین جهان پهلوان، یا پهلوان بوده که بوده و بقیه کشتیگیرا هم همون تلاش رو کردن یه کمی بالاتر، ولی شخصیت اجتماعی تختی جبهه دیگری رو پیدا کرد؟ برای که سخنم رو آغاز کنم، چرا به تختی جهان پهلوان گفته شد، باید قبلش به دو نفر اشاره کنم. یکی سیاوش کسرایی شاعر اون زمان، یکی جلال آل احمد. سیاوش کسرایی شاعر، اینا چند تا شاعر بودن که قبل از 28 مرداد عضو رسمی حزب توده بودن. داستان 28 مرداد همش بر علیه مصدق نبود. جبهه توده یا حزب توده خیلی قوی شده بود تا اونجایی که میدونم به رهبری خسرو روزبه، اگرم رهبرشون نبوده از توریسیاناشون بوده. سیاوش کسرایی که شاعر بود و اینا بعد از 28 مرداد انصراف خودشونو میدن و از زندان میان بیرون. سیاوش کسرایی دو تا شعر سروده که خیلی این دو تا معروف شدن. یکی از اینا آرش کمانگیره که اون زمان شعراش هم خیلی درازه، یعنی 5-6 صفحه است تقریبا، اونقدر که من یادم میاد. شعر آرش کمانگیر شایع شد که برای خسرو روزبه گفته شده، تا چه حد صحت داره نمیدونم، ولی یادمه چون من اینو خیلی میتونم بگم بچه بودم اینا رو به عنوان شعر گهگداری این ور اون ور توی روزنامه. شعر آرش کمانگیر یادمه، حتی در یک تیک از شعر اشاره میکنه سیاوش کسرایی که این تیکش میگه مبادا شان روز بهی در چشم، که منظورش هم خسرو روزبه بوده که خسرو روزبه یک خاری در چشم دولت مردان طرفدار شاه بوده. حالا تا چه حد صحت داره که این شعر آرش کمانگیر، ولی تمام این شاعرها به یک نحوی مردم عادی رو شستشوی مغزی می دادن. دومین شعر ایشان
که خیلی سر صدا کرد شعری بود که برای تختی گفت و این شعر به اسم جهان پهلوانا. این شعر در زمانی که تختی زنده بوده و اون سالای 1342 یا 43 یا یه ذره قبلترش که تختی و تمام این گروه ورزشکارا که با تعداد زیادی مدال همشون به فرودگاه وارد شدن و مردم استقبال خیلی عظیمی از اینا میکنن، این شعر در همون زمان یعنی حول و حوش 1342 43 یا 41 گفته شده. این شعر باز طبق معمول درازه و تا اونجا که حافظم اجازه میده اینجوری شروع میشه: به سبک شاهنامه هم گفته بود اینو برای تختی: جهان پهلوانا صفای تو باد، دل دردمندان سرای تو باد، بماناد نیرو به جان و تنت، رسا با صافی سخن گفتنت. این شعر خیلی درازه، اگر حتی من بعد از این سالها این شعر کاملش رو دارم، ولی پس یادمون نره که این شعر در زمان حیات و بحبوحه موفقیت ایشان گفته شده. یک جای دیگه در این شعر میگه: به تو آفرین کسان پایدار، دعای عزیزان تو را یادگار، دریغا ز رستم که در جوش نیست، مگر یاد خون سیاوش نیست. باز در جای دیگه میگه: کلاف نواهای از هم جدا، پی آفرین تو شد یک صدا، تو این رشته مهر پیوند کن، پریشید دلها به یک بند کن. این شعر ها بود در اون چند سال و این شعر تختی رو خیلی معروف تر کرد. باز در جای دیگه که همه اینا به سبک شاهنامه گفته شده، در این شعر میگه: سیاوش ها کشت افراسیاب، ولی که تکانی نخورد از آوزا، دریغا ز رستم که در جوش نیست، مگر یاد خون سیاوش نیست. این شعر در روزنامه ها مجلات به یک طریقی گهگداری چاپ می شد و ایشون هم زنده بودن. از طرف دیگه میتونم در مورد تختی اینطوری آغاز کنم که تختی حدود 3-4 سال قبل از فوتش با خانومی به اسم شهلا توکلی ازدواج کرد. انعکاس خیلی شدیدی تو روزنامه ها و پیدا شد و خیلی جالب عکسای ایشون و عکسای بسیار زیبا و بالاخره مردم دوستش داشتن و انعکاس شدیدی داشت که یادم یکی دو تا از این روزنامه ها این شعر فردوسی رو تقدیم خانومش میکردن و مقاله ها با این شعر آغاز میشد که: نبندد تو را دست چرخ بلند، که گفتد برو دست رستم ببند. به خانومش این شعر رو تقدیم میکردن، یا برعکسش: که گفتد برو دست رستم ببند، نبندد تو را دست چرخ بلند. و مطبوعات خیلی انعکاس جالبی داشت و این 3-4 سال حدود 3 یا 4 سال قبل از فوتش بود. معروف شدن تختی، پس جهان پهلوان شدنش، به خاطر شعر آقای سیاوش کسرایی بود که این شعر رو بعد از فوتش توی مجلس ختمش
مرتب تیکه تیکه با بلنگو میخوندن که اگر فرصتی باقی باشه و من این شعر رو پیدا بکنم خوشحالم که دارمش. از طرف دیگه تختی چرا اینقدر معروف شده بود بین مردم؟ بزرگترین علتش زلزله‌ای در سالهای اواخر سالهای 1330 39 در اون یا 40 اتفاق میفته که از تهران تا میتونم بگم همدون و کرمانشاه رو تکون داد و مثل این که بهش میگفتن زلزله بوئین زهرا، ولی بیشترین خرابی رو در قزوین و اون منطقه به وجود آورد و مردم هم شروع کردن پول جمع کردن و کمک به زلزله زدگان. گویا تختی خودش یک تنه این چیزی بود که باعث شد تختی خیلی معروف شد و بسیار آدم درستکاری بود. گویا در زلزله بوئین زهرا تختی خودش یک تنه پول جمع میکنه و در محل میره یه تعدادی با اون پول برای زلزله زدگان بوئین زهرا خونه های درستی میسازن که من یک بار فکر میکنم در اون محل حاضر شدم، بعدها رو میگم، یعنی دیدم که همچی جایی هست، گویا حتی به اسم ایشون گذاشتن اون منطقه رو، اون کوچه رو، اون دیگه حالا حتما هستش. این یکی از موفقیت‌های تختی بوده که تمام اون پول رو صرف کمک به زلزله زدگان کرده. و دوستی میگفت که حتی این دستفروشای توی خیابونای تهران، این کشوهای، این سیگار فروشا و اینایی که فقط دکی داشتن، دوستی میگفت اینا همینطوری کشوشون رو میکشیدن و پول رو خالی میکردن توی این چیزی که آقای تختی داشته. این دو سه تا مسئله تختی رو خیلی مجزا کرده بود در اون سالها. حالا چرا تختی در اون برهه از زمان اون اتفاق میفته؟ من یه مقدار زیادی در مورد تختی مطالعه زیاد داشتم. بقیه اون ورزشکارانم مدال می گرفتن، ولی اونقدر محبوب نمی شدن. ایشون در راه آهن کار می کردن. وضعیت تهران در سالهای 1340 تا از اون سالها من در اون تهران زندگی کردم و مرکزیت تهران رو میتونم بگم در محیط دانشگاه تهران و خیابون شاهرضا حول و حوش اون نواحی. چهارراه پهلوی، تقاطع خیابون پهلوی که الان مثل این که شده ولیعصر، و شاهرضا، تقاطع این دوتا خیابون رو که گویا شاهرضا الان آزادی اسمش، درست نمیدونم. بعد این تقاطع رو بهش میگفتن چارای پهلوی و به خاطر نزدیکی به دانشگاه تهران و میدون 24 اسفند که الان مثل شده دفاع مقدس یا نمیدونم مثل میدون 24 اسفند چی شده، ولی از امیرآباد بالا که میومدین به اون میدون میرسیدین، دست چپ به طرف شاهرضا که می اومدین، چهارراه پهلوی جزء میتونم بگم از نظر سوق‌الجیشی جای خیلی مهمی بود. چرا؟ به طرف بالا میرفت، به طرف دانشگاه، به طرف دست چپ دبیرستان البرز، دبیرستان دخترانه انوشیروان دادگر، البرز یک مدرسه
دبیرستان پسرونه بود. اینا همه در همون حول و حوش چهار راه پهلوی بود. در اون چهار راه یک گل فروشی وجود داشت در داخل خیابون شاهرضا، خیلی نزدیک به خود چهار راه پهلوی یک گل فروشی وجود داشت به اسم گل فروشی روز. این گل فروشی من خودم میتونم بگم در به خاطر محلی که کار میکردم، خیابون عرفا و تالار رودکی به اونجا باز خیلی نزدیک بود. محلی که من کار میکردم گهگداری ما به این گل فروشی میرفتیم، به گل فروشی روز، به خاطر اینکه دست گلی کاری چیزی داشتیم. از میتونم بگم درست من از سال 1342 تا مثل اینکه تختی 1346 فوت کرد و بعدش ما مرتب به گل فروشی میرفتیم. قبل از اینکه تختی فوت کنه ما وقتی داخل این گل فروشی میرفتیم تمام در دیوار این گل فروشی پر بود عکس ها و مقالاتی که راجع به تختی نوشته شده بود و حتی عکس های ازدواجشون با خانومش، عکس فرزندش، مقال تمام این آقا قاب کرده بود و به در دیوار این گل فروشی ما وای میسادیم. گهگداری با این، چون خودم همیشه خیلی علاقه من بودم و دوست داشتم، نمیدونم چرا، و خانومشون هم درست با من همسن بود. ایشون مثل که با خانومشون حدود 16-17 سال اختلاف سن داشتن، حالا دقیقا نمیدونم ولی 15 سال رو داشتن. این گل فروشی مرتب به خاطر وضعیت کاری ما شاید هفته یه بار به این گل فروشی رفت آمد میکردیم. و این اواخر قبل از اینکه ایشون فوت بکنن، از این آقا من همیشه میپرسیدم که شما هم کشتیگیر بودین؟ میگفت نه، من با تختی فامیلم. و حتی یادم مرتب یه تکرار میکرد، میگفت پسر خالمه یا پسر پسر خالمه، یه چیزا اینجوری میگفت، میگفت نسبت فامیلی دارم. این آقا میگفت و 3-4 تا آقا در اون گل فروشی کار میکردن. اینا رو که من میگم همون قلو حوش ازدواجشون بود، ولی به ترتیب که من در اون محل کار میکردم و از طرف دیگه باز تمام زندگیم در همون حول و حوش بود، یک ماه قبل از فوت ایشون ما و گروهی همکارای من که از اون خیابون عرفات پیاده میومدیم ساعت 12، من همیشه بین ساعت 12 تا 1 تعطیل می شدم و از خیابون عرفات پیاده می اومدم سر چهار راه پهلوی، یه چند تا خانوم بودیم می اومدیم اونجا یا تاکسی می گرفتیم که هر کی بره دیگه دنباله. این اواخر می دیدم که خود آقای تختی و چند نفر با همون آقایونی که در اون گل فروشی کار می کردن اونجا ایستاده بودن و وای میسادیم. یه چند تا دختر خانم بودیم باشون شوخی میکردیم، گفتیم حالا که دیگه ازدواج کردیم چرا، یه چند کلمه باشون حرف میزدیم. و دیگه اینا رو که دارم میگم قبل 10 روز قبل از فوت ایشونه. و اون گل فروشی همیشه اون اعتقاد رو به تختی داشت و خیلی بهشونم احترام میذاشت و باعث شده بود ما دیگه بیشتر اونجا رفت و شد میکردیم، که حتی آخرین عکسی که از تختی هست که ایشون در قید حیات بودن، آخرین عکسی که هست درست در اونجا جلو گل فروشی با 3-4 تا آقا وایستاده که بعدها حالا دیگه